خیلی از ما ایمانداران آرامی خدا رو شاید داشته باشیم، اما شادی خدا رو نداریم، خوشی نداریم. من بارها دیدم ایماندارای زیادی که نهایتش میگه خدا رو شکر فقط میگذره، اما ایماندارای شاد کم دیدم، خیلی کم دیدم. چرا خوشی نداریم؟ چرا شادی نداریم؟ چون میگه شادی زمانی میاد که روح خدا بر تو بیاد و تو میل به اطاعت از خدا رو داری، میل به احترام خدا رو داری. میگه خوشی ما در چیه؟ در خدا ترسی. خدا ترسی وحشت از خدا نیستا، خدا ترسی یعنی احترام خدا. من مواظبم مبادا قلب خدا بشکنه، مبادا دل خدا بشکنه، مبادا یه حرفی بزنم خدا ناراحت بشه. این مواظبت بهش میگن خدا ترسی. نمیگه وحشت از خدا، میگه خدا ترسی، که در واقع از یه احترام میاد. زمانی که تو در واقع به یک نفر احترام میذاری و اون از احترام تو خوشنوده، تو چی میشی؟ شاد میشی. ما شادی نداریم چون احترام خدا در ما کم شده. اگر خدا ترسی در ما قوی بشه، اگر اطاعت در ما قوی بشه، شادی میاد بالا. چون خودمون میدونیم چرا شادی نداریم؟ چون مطمئن نیستم که خدا از من خوشنوده. خدا منو دوست داره، اما مطمئن نیستم خوشنوده. دوست داشتن خداوند، خداوند دشمنانش هم دوست داره. آمین. باور دارید که خدا دشمنانش هم دوست داره؟ حتی یهوده اسخریوتی که رفت خودکشی کرد، خدا دوستش داشت. آمین. میگه به حیات خود سوگند که از مردن شخص شرور خوشنود نمیشم، بلکه خوشنود از آنم که نجات پیدا کنه. خدا همون اندازه ما رو دوست داره که عیسی مسیح رو دوست داشت. آمین. 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 فکر میکنی عیسی مسیح رو بیشتر از تو دوست داره؟ من باور ندارم، چون محبت خدا بالا پایین نمیشه. محبت خدا استواره، محکمه، ثابته، بالا پایین نمیشه. خدا به همون اندازه پسرش رو دوست داشت که من و تو رو دوست داره. به همین من باور دارم. چرا؟ میگه خدا منو محبت کرد، جان پسرش رو داد، پس حتما منو به همون اندازه دوست داره که اونو دوست داره. که اگه بخوام نگاه کنم انگار منو بیشتر از اون دوست داره، چون اونو قربانی من کرد. ولی حداقل ارزش من با ارزش او یکیه، چون دو تا ارزش باید معادل هم باشه که در واقع یه تاوانی داده بشه، یک جریمه ای داده بشه، پس باید معادل ارزش باشه. حداقل ارزش هم یکیه. اینکه خدا منو تو رو دوست داره، آمین، اما آیا خدا از من و تو خوشنوده؟ خوشنودی از خدا ترسی میاد، از احترام خدا میاد. و تو زمانی میتونی خدا رو خوشنود کنی، قربانی تو به مذبح بدی، بدنهای خود رو همچون قربانی و زنده، قلب خود رو همچون قربانی و زنده، افکار خود رو همچون قربانی زنده به خدا من تقدیم کن. آمین.